دوستان و بینندگان خوب برنامه ما، برنامه که صدای سیستان هست، برنامه که از سیستان زرخیز صحبت میکنه. درود من به همه ایرانی ها، درود من به همه سیستانی ها، سیستانی هایی که دل به عشق سرزمینشون دارن، سرزمینشون رو عاشقانه دوست دارن و شب و روز شاید به شکلی گاه گداری به یاد وطن و زادگاهشون هستن. البته سیستانی هایی که خارج از زادگاهشون به سر میبرن. ما در سیستان همچنان قدم میزنیم. سیستانی که گفته میشه کهنه نگین تمدن هست. و با چی قدم میزنیم در سیستان؟ با یک پژوهشگر، محقق، نویسنده و برنامه ساز رادیو و تلویزیون، کسی که سالها عمرش رو در راه اعتلای تاریخ و فرهنگ سیستان گذاشته، جناب جواد محمدی یا سکوی سیستانی، که به گمانم بسیاری از شما سیستانی ها حداقل با نام او و با کارهایی که ایشون برای فرهنگ سیستان انجام دادن آشنا هستند. جناب جواد محمدی خوش آمدید و از اینکه باز دعوت منو پذیرفتید سپاسگزاری میکنیم. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم بنی هاشمی، هم برای اینی که این افتخار به من دادین در برنامه‌تون حضور داشته باشم و هم برای اینی که این فرصت دادین که بخش کوچکی از فرهنگ کشور عزیزمون ایران را از یک گوشه این سرزمین مطرح کنیم دوباره و به گوش فرزندان این سرزمین بزرگ اهورایی ایران برسونیم. بله، موضوعی که این دفعه شما قرار بود صحبت بفرمایید داده‌های مدنی حوزه سیستان بود. من اول خواستم که خیلی خیلی مختصر، شاید در چند جمله اگر بشه، بفرمایید منظورتون از داده‌های مدنی حوزه سیستان چی هست و بعد بریم بپردازیم و تفسیر اون و اون اطلاعاتی رو که شما میخواید در این زمینه به سیستانی های عزیز و به ایرانی های گرامی بدید. بله، ببینید این فرهنگ پربار و غنی که ما در طول تاریخ ایران شاهدش هستیم و الانم در سراسر جامعه رده پای اون فرهنگ رو میبینیم، اینها به وسیله مردمی ساخته شده و پرداخته شده که در یک طبقه‌بندی کلی شاید برخیشون مال قبل از اقوام ایرانی بوده در این سرزمین. از بفرمایید شما وقتی که تپه سیالک کاشان رو بررسی میکنین، باستان شناسان بالاتفاق میگن که اینها مال تمدن‌های قبل از اومدن آریاها یا ایرانی ها اینجا هست. به هر حال اونها در همین تمدنی که بعدها وارد تاریخ میشه شکل داره و سهم داره و ردپاشون هست، هرچند که مشخص نباشه. ما اون چی که امروز مطرح میکنیم راجع به هر گوشه ایران یا هر گوشه دنیا مسائل رو مطرح میکنیم که اینها سند تاریخی داره، یعنی وارد مرحله تاریخی شده یا سند باستان شناسی داره. حالا برخی از اینها مسائلی است که در گوشه ای از ایران به اسم سیستان یا در شرق ایران برای اولین بار ثبت و ضبط شده و شاید از جای دیگه هم به اینجا اومده، ولی ثبت و ضبطش برای اولین بار در تاریخ به اسم اینجاست. ما اینها رو میخواهیم بگیم و با سندهایی هم که موجود هست. اصولا کار تاریخی هم اینطوریه که وقتی ما میخواهیم بگیم فرض بفرمایید کوزه رو فلان منطقه آسیا ساخته است، نه، تا زمانی این اعتبار داره که یک کوزه قدیمی تری در اروپا کشف نشه. پس اعتبار اینها همه تاریخیه و نه ابدی. با این مقدمه
اجازه بدین من وارد این بحث بشم که چه چیزهایی گفته شده که اینها از حوزه شرق ایران و از سرزمین سیستان متولد شده. یعنی در واقع خاستگاه برخی از دانش و تمدن هستش سیستان، و حالا دونه دونه شما میخواید اشاره کنید که کدوم یک از این بخش ها خاستگاهشون سیستان بوده. دقیقا. ببینید، شاید همه مورخین و باستان شناسان بالاتفاق بر این قضیه هم صدا باشن که کلن مدنیت از کنار رودخانه ها شکل گرفته. همینطوره. به خاطر اینی که نعمت فراوان بوده، آب بوده و حداقل ساده ترین خوراک که ماهی باشه در اینجا بوده. خب، به همین دلیل و به دلیل سیر مهاجرت ایرانی ها از شمال به جنوب، برخی از جمله آقای ایجری بچکا و چهار تن از دوستانش در تاریخ ادبیاتشون میگن نخستین جایی که ایرانی ها از کوچنشینی وارد مرحله دهنشینی یا شهرنشینی شدن، یعنی اون چادرها رو گذاشتن کنار و خونه هایی ساختن با سقف و ثابت و ساکن شدن، در شرق ایران بوده. اینجا یا خوارزم بوده یا سیستان بوده. بر این اساس چه مستنداتی این فرضیه رو گفتن این عزیزان؟ جزء مستنداتی که ذکر میکنن صریحا اوستا رو میگن. بله. برداشت هایی که از اوستا میشه و البته دیگر اسنادی که ذکر نکردن. بله. در واقع منبع اصلی اونها اوستا است. بله بله بله. خب شما میدونید که خود اوستا بخش های مختلفی داره، خیلی بهتر از من میدونید که برخی ها خیلی کهن‌تر، برخی ها خیلی جدیدتر است. و حتما دانشمندان به اون قسمت های کهنش استناد میکنن. خب پس به این صورت میبینیم که اولین داده به تمدن ایرانی همین داده شهرنشینیه که یه مرحله کوچروی و چادرنشینی رو میگذارن کنار و در این مرحله اسکان میابن و خانه نشین میشن و به قول معروف مدنی میشن، شهری میشن. و من فکر میکنم معمولا این اتفاق جاهایی میفته که دارای آب و هوای خوش چهارگانه باشه. اگه احیانا زمستانهای خیلی سرد داشته باشه، این گونه افراد ساکنین ناگزیر و ناچار به کوچ روی می شوند، و یا اگر تابستانهای بسیار گرم داشته باشه باز هم مجبورن انتخاب کنن که کوچ کنن. ولی این نشون میده که در اون منطقه به نسبت آب و هوای قابل تحملی داشته. درسته؟ بله. شاید اندکی تصویر شما فیکس شد. شاید خود گرمای هوای این منطقه، درست همون شرایطی که گرمای هوای آفریقا داره برای زندگی ساده تر، گرمای هوا باعث این بوده که دیگه بر اثر یخبندان و سرمای سوزنده اذیت نمی شدن و می تونستن اینجا ساکن برای همیشه بشن. باز شما میدونید که در اوستا اصولا جنوب مقدسه. چرا؟ میگن به این جهت که جنوب آفتابهای گرم داشته و روزهای بلند داشته، به این خاطر در اوستا جنوب ستایش شده. بله بله بله. برحال اوستا شاید به طور قطع نشاید اولین کتابی هستش که بسیاری از تاریخ شناسا به اون استناد میکنن. کتابی هست که از دل مردم پاک ایران در اومده. بله میفرمودید. ما علاوه بر اوستا کتاب وصایای هوشنگ را هم داشتیم.
که برخی مضامینش در شوربختانه صدای شما رو نداریم و ما مجبوریم که ازتون خواهش کنیم که این بخش رو دوباره جناب محمدی این بخش من یک نمونه شگفتی برای جناب محمدی شوربختانه صدای شما اصلا قابل شنیدن نیست. انگار امشب اینترنت ایران نمیخواد با ما یاری کنه و دوست نداره که ما این برنامه رو ضبط کنیم. متاسفانه ایشون قطع شدن و ما مجبوریم که صبر کنیم. البته باید به شکلی برنامه رو عوض کنم من، چرا که با این ترتیب ایشون نمیتونن وارد برنامه بشن. من برنامه رو عوض کردم تا شاید که ایشون بتونن دوباره برگردن. ولی همونطور که از صحبت‌های جناب محمدی من استنباط کردم، یکی از خواستگاه‌های تمدن علاوه بر خوارزم سیستان بوده و سیستان جزو اولین مکان‌هایی بوده که انسان‌هایی که در اونجا ساکن بودن و کوچرو بودن، اولین خانه ها رو، حالا به شکل های بسیار ابتدایی، ولی اولین خانه ها رو در سیستان ساختن و از کوچروی دست برداشتن و در یک مکان ساکن شدن و این سرآغاز تمدن و شکل گیری تمدن در سیستان بوده. ما باید که منتظر جناب محمدی بشیم ببینیم. بله بله جناب محمدی، مثل این که امشب بله ظاهرا ما امکان این که امشب با شما این برنامه رو داشته باشیم نداریم و مرتب قطع میشه و یاری نمی کنه اینترنت. من منتظرم که باز شما سعیتون رو بکنید تشریف بیارید. من دقایقی چند برنامه رو پر میکنم و منتظر حضور شما در برنامه میشم. من باز از اول شروع میکنم، میرم بیرون. نه تشریف بیارید، من برنامه رو یه مختصری از آنچه که شما فرمودید من گفتم و ادامهش رو شما میفرمایید. من منتظرم که تشریف بیارید روی زوم. بله و این شد که شهرنشینی که در ابتدا به اصطلاح شهری نبودش، ابتدا تعداد کمی خانه بود که به شکل همون ابتدایی با مصالح اولیه‌ای که در هر منطقه وجود داشتش خانه هایی رو می ساختن و تصمیم می گرفتن که در این خانه ها زندگی کنن بدون اینکه مجبور بشن که به جاهای دیگه کوچ کنن. البته سیستان به خاطر شرایط خاص جغرافیایی که داشتش خب به نسبت آب و هوای ملایم خوبی داشت. درسته که یه مقدار گرم بودش، ولی همین گرما سبب میشد که کشاورزی، دامداری رونق بیشتری بگیره. من همچنان منتظر هستم که جناب صفویی تشریف بیارن. امیدواریم که بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم و در ایشون رو در کنار خودمون داشته باشیم. حیف هست که از محضر ایشون کم استفاده کنیم. حیف برای اینکه نکات تاریخی که ایشون اشاره میکنن به اونها همش مستند هست، همش از قول تاریخدانان هست، همش از قول افرادی هست که سالیان سال بر روی تاریخ و تمدن کشورها و به ویژه خاورمیانه و به ویژه ایران تحقیق کردند و به اینجا رسیدند که مردم ایران فرضاً در 2000 سال پیش، 2500 سال پیش چگونه زندگی میکردن و ابزار زندگی کردنشون چه بوده
آیا چه مراوداتی با هم دیگه داشتن؟ بله، ایشون ظاهراً دارن سعی میکنن که وارد برنامه بشن، ولی ظاهراً امکانش وجود نداره و تصویر نداره. اجازه بدین که من این برنامه رو قطع کنم، بریم شاید که بتونیم ایشون رو دوباره روی برنامه داشته باشیم. فعلا ازتون خداحافظی میکنم.